سلام دوستان با آموزش وی بی ای در خدمتتون هستیم در جلسه قبل تونستیم با تنظیمات اکسل کار بکنیم در واقع توسط وی بی ای تنظیمات اکسل رو کنترل کنیم و تغییر بدیم به اون چیزی که میخوایم و همچنین با فرم ها و کاندیشن ها توی وی بی ای آشنا شدیم گفتیم چطور میتونیم یه جمله ایف بنویسیم و از طریق شرط یه سری کارا رو انجام بدیم به شرطی که یک کاری انجام بشه یه چیزی وجود داشته باشه یه کار دیگه انجام بدیم و غیره خب تو این جلسه میخوایم در مورد ایتریشن یا تکرار یا فور استیتمنت یعنی جمله فور و وایل صحبت کنیم یعنی تکرار ها تو وی ای رو ببینیم خب فقط قبل اینکه وارد شم اصولا وقتی که اکسل رو باز میکنم خیلی هاتون میدونین این جمله زرد رنگ میادش میگه مثلا به خصوص واسه اولین بار یا اکسل رو باز کنی همیشه اینو اینیبل کنیم واسه پروتکت دو بارم میادش یه دو این میاد اصولا دو بار میاد یه اینیبل کانتنت بکنیم خب, خب حالا میریم تو دی بی تو این جلسه میخوایم چیکار بکنیم اینا رو با هم کار کرده بودیم میدونیم وقتی که تنظیم پرینت رو بزنیم میریم تو این شیت تو این شیت وقتی که عکس می نازیم و تکس باکس رو مرتب کردیم اینجا میتونیم دو تا این تکراری همون تنظیمات پرینتر اینجا هم حالا توضیحات کاری نداریم باش میتونیم از کل لیست لیستی که اینجا تشکیل دادیم پرینت بگیریم یا یه دونه تک پرینت بگیریم خب میخوایم تو این جلسه این دوتا رو با هم بررسی کنیم در واقع توی قسمت پروش خب اگه بریم تو محیط وی بی ای توی شیت دیتا که کدا رو نوشته بودم اینو با هم کار کرده بودیم اینجا هستیم خب وقتی که این دکمه رو بزنیم تک پرینت بخوایم بگیریم این کد ران میشه این کد چیز خاصی نداره میاد میگه اوکی یه ام باکس میده میگه اون فولدری که میخوای سیو کنی چه ما به صورت پی دی اف ارائه میدیم چون اگه بخوایم همون لحظه پرینت بگیریم شاید یکی یه اشتباهی کرده باشه نخواد پرینت بگیره تک تک پی دی اف میدیم اونا رو و خب دیگه راحت میتونه کنترل آل کنه و پرینت بگیره کاری نداره حالا نشون میدیم یعنی اینجا اول یه دونه ام باکس میاد میگه فولدر انتخاب بکن بعد بذاریم با هم ران کنیم ببینیمش خب میاد میگه فولدر خودتون رو انتخاب میگه اوکی اینجا یه دایلاگ باکس میادش میرم توی پی سی دسکتاپ یه دونه نیو میز هستم فولدر بنام تست خب این فولدریه که میخوام باشه میتونم برم داخلش همین تست نیم تست وجود داره یا از بیرون الان دسکتاپ تو دسکتاپ نمیخوام بیفته که توی تست میخوام بیفته تست رو انتخاب کنم اوکی اوکی که میکنم این ران میشه حالا ما بریم توی دسکتاپ فولدر تستمون رو بیاریم یه پی دی اف به ما میده بر اساس این نیم خب این اگه باز کنم دیگه راحت میتونم پرینتمو بگیرم میبینین به این صورت میده این برگه ای که وارد پرینتر میشه و این ناهیش برگهش سفیده این ناهیش زیرش چک ما قرار داره و اینا روی چک چاپ میشه پس فقط کافیه چک رو بذاریم داخل پرینتر و اینا رو روش چاپ بکنیم که تکس ها بر اساس اندازه چک تنظیم شدن درسته؟ خب این باسه تک پرینت بودش حالا تک پرینت رو نگاه کنیم اون که MSG باکس اون بود میاد میگه فولدر پیکر رو بیار بالا تایتلش این قرار بده شو کن آن ارور هم برو بردی وقتی که فایلمون رو رو انتخاب کردیم این فولدر پیکر بر اساس این آدرسش رو میگیره پس انا آدرس اونجایی که انتخاب کردم میره تو این متغیر حالا اینو میخوام تغییر بدم چرا؟ چون میخوام اون فایلم هم اسمش رو چیزی که میخوام باشه پس میام میگم این به صورتی سترینگه یه متنه و دو تا متن میخوام با هم ادغام کنم قبلا اینجا ادغام کرده بودی با هم دیگه یادتون باشه حالا اینجا میخوام این کار انجام بدم خب اینجا پس فایل پک فهمو که از اینجا گرفتم یه متنه میگه و ترکیب کن با این متن میخوام اول اسم پی دی اف هم چک پرینت باشه و بعد میاد اینجا شیت دو سلز این رو هم بهش ادغام کن شیت دو سلز دو, دو دوازده کدومه اینجا شیت دو سل سطر دو دوازده هایدش کردم اینجا که حالا بهتون میگم چرا تو جلسه بعد یادتون باشه اوائل هم گفته بودم خب میاد اینجا سطر دو ستون دوازده یه کدام از اینا بود میگیره خب اون هم بهش اضافه میکنه و بعد میاد میگه شیت دو سلز دو دو رو هم بگیر خب و یه پی دی اف هم تش بنداز پس اینو اینو از سلول گرفته این دوتا رو متن دستی گذاشتم داد پی دی اف قرار دادم اونجا و بعد میاد میگه شیت یک, یک هم و شیت یک هم بود همین چک هم بود دیگه اینو از این طریق به پی دی اف تبدیل کن اینم فرمولشه میگه اکسپورت کن از فیکس فرمت شیت یک هم اکسپورت کن به صورت پی دی اف فایل نیم هم هم بذاریم فایل پد کوالیتی و ایناش هم حالا کاری نداریم میتونیم اصلا خالی بذاریم خب پس یه پی دی اف ازش میگیرم به همین سادگی این واسه یک بار بود حالا با من بخوام از این لیستم از این لیستم پرینت بگیرم یعنی تکس باکس های که من اینجا هستم هر دفعه میخوام پرینت بگیرم باید تغییر بکنم خب تو جلسه قبل دیده بودیم تکس باکس ها رو چجوری انجام میدیم میام اینجا اول تیبلمو تعریف میکنم خاطرتون هست بعد میام مثل بالا میگم آقا فولدری که میخوای انتخاب کن بعد بیا بگو این فولدر دایل دیالوگ هم نشون بده فایل پد فم انتخاب کن این از این فایل پد فم گرفت حالا میام میگم اکتیف شه خب این شیت یکم اکتیف الان چون من میدونم وقتی که این دکمه رو میزنم صد درصد اینجا بودم دیگه پیشنیت از کلو میزنم پس این اکتیفه اینو میدونم خب میام اینجا اکتیف شیت شیپ تو شیپ ها تکست باکس شیت رو بگ... بگیر و به ازای حالا اینو یه دونه تکست باکس اول سلکت میکنم خب حالا میام اینجا یه فور مینویسم بذارین من استیت فور رو بهتون نشون بدم کلا چهجوری نوشته میشه خب وقتی که میخوایم فور بنویسیم یعنی چی؟ یعنی تکرار داشته باشیم به ازای متغیر یک متغیر یعنی چجوری؟ یعنی به ازای آی به طور مثال هر آی به من این بری بنویسم فارسی دارم بنویسم میام میگم به ازای هر آی هر آیی که تعریف شده خب کارهای زیر را انجام بده پس میام میگم فور آی خب از کجا تا کجا خب من میگم for i یک تا مثلا صد یه عددی خب مثلا بیا بگو یک و به اضافه دو بکن هر کاری یا مثلا بگو مثلا ایکس من مساوی با i به اضافه مثلا دو بعد بیان میگم next i آی برو i بعدی اینطوری بدون چی کار میکنه اینجا خب ببینیم خب در وهله اول کد که از این بالا میاد پایین میرسه نقطه شروع آیا میذاره یک آی مساوی یک میاد پایین خب میگه اوکی x من مساویه با یک به اضافه دو در نتیجه x مساویه با دو درسته میاد پایین من میگم next آی خب هر کاری این انا x من دو شدش بازور میاد بالا آی من قبلا یک بوده دیگه حالا میاد اینجا با یه رنگ دیگه ای بنویسم میگه اوکی حالا آی میشه دو درسته دوباره میاد پایین میگه در نتیجه x مساویه با دوه دو به اضافه دو این سه میشه در بطا. در نتیجه x مساویه با چهار بعد دوباره میاد اینجا خب انقدر اینو انجام میده انجام میده انجام میده تا صد بره و آخرین بار x من میشه صده به اضافه دو مساویه با صد و دو درسته؟ تو این حالت اینطوری میشه خب بیام ببینیم چه استفاده ای از این کردیم از این تکرار من اومدم گفتم به ازای آی از یک تا مای table ریست row این فرمول رو قبلا دیده بودیم اومدم چیکار کردم؟ اول اومدم گفتم که اینجا بیا تعداد سطرهای این تیبل منو بشمار یک دو سه چهار درسته پس در واقع نوشتم آی از یک تا چهار خب خود چهارم هست بیا کارهای زیر رو انجام بده بیا چیکار کن شیت یک شیپس اول تکس باکس شیش رو سلیک کن این سلکشن فروملا شو برابر با این متن قرار بده متن من چیه لیست علامت تعجب یعنی چی یعنی شیت لیست های من میاد اینجا تو شیت لیست های من این شیت درسته؟ خب بعد میگه اف من رو بگیر دلار بذار دلار رو که میدونی یعنی ثابت باشه دیگه خب اف منم بگیر اینا متنه دلار بذار تا این قسمت متنه یعنی من نوشتم انگار توی یه دونه تکس باکس من توی این تکس باکس من اومدم چی نوشتم این تکس باکس بندازم خب اینو اومدم سلکت کردم اومدم اینجا نوشتم مساوی با شیت چی لیست علامت تعجب دلار اف علامت دلار دوباره خب بعد اومدم اینجا چیکار کردم ان ترکیب کردم آیا به اضافه یک آیا به اضافه یک میشه چی دو خب یعنی سطر دوم من رو اینجا چون با تیبل کار نمی کنم خب اگه من حالا آی خالی بذارم میگه یک اینجا آی من دفعه اول یکه دیگه آی اضافه یک نذارم میذاره یک اینجا ترکیب میکنه متنم رو ترکیب میکنه خب حالا من اینجا اینتر میکنم میشه دی چرا چون من اینجا که کانت کردم تعداد سطرامو کانت کردم دیگه خب یعنی در واقع از اینجا به بعد کانت کردم خب این میادش اینجا میگه آیه من خب. پس یک اگه بذارم اینجا میشه F1 من F1 من کدوم این میشه پس میخوام آیه به اضافه یک باشه میشه F2 من پس اینجا آیه به اضافه یک کردم بعد ترکیبش کردم شده دو خب که میشه صف یک پس اینجا وقتی که دی امو چون روزمو همون میخواستم در بیارم دیگه اومدم گفتم یه دونه متن اینو بگیر با آیه اضافه یک این اول به متن تبدیل میکنه و با این ترکیب میکنه این متن رو بذار تو تو قسمت فرمولای تکس باکس واسه منفیه هر تکس باکسی که میخواستم دقیقا این رو تکرار کردم و پرینت نیم هم, هم, گذاشتم آی اسمم رو میخواستم آی باشه آی یک دو سه همینطور میره بالا پرینت نیم یه متغیره بعد اومدم چیکار کردم دقیقا همینی که اینجا بود رو گذاشتم خب گفتم آقا شیت یکم اکسپورت کن بذارین آی تو این هنوز چرخه خارج نشدم درسته هنوز این کار داره واسه آی یک انجام اگه اینو یک در نظر بگیری اینو دو 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 اومدن این خودش یک آی هنوز خب اکسپورت کن به صورت پی دی اف فایل نیممو خب اینو بذار فایل پت ترکیب کن با آی یعنی یکو میذار اینجا و این شیت دو دات سلز سه و دو شیت دو چیه توی دیتا برو تو اینجا سه و دو سطر سه ستون دو اسم طرف رو بگیرم بهش ترکیب کن خب پس میشه یک آقای فلانی شاید من مثلا با بس آقای فلانی چند بار بخوام پرینت بگیرم فقط مبلغش تغییر کنه واسه دفعه دوم که بخوام پرینت بگیرم میشه دو آقای فلانی بخاطر خاطر این آیرم اضافه کردم و همین بعد برو نکس آی نکس آی میشه چی؟ آی مساوی دو میشه دیگه میاد اینجا آیا میذاره دو هنوز تا چهار نرسیده پس میشه شیت یک این تکس باکس همون میگیره این فرمول میشه دو به اضافه یک یعنی سه سه رو میذاره تو اون تکس باکس اف سه رو لیست اف سه رو میذاره تو اون تکس باکس و میره پایین و این هم میشه دو و این میشه دو آقای فلانی خب حالا با هم ران کنیم اینو من میام توی چک اینو دلیت میکنم خب پرینت از کل میاد میگه اوکی چوز فولدر یا یه تست واسه اون ساخته بودیم حالا میایم دوره اینجا اینو انتخاب میکنم خب میخوام تو همین اوکی میکنم همینجا پرینت میگیره داره دونه دونه اینجا قشنگ نشون میده پرینت میگیره میبینین گرین تموم شد فکر. نه تا آخرش تکس باکس اصولا من بعد نشون بده نه تموم شد. خب پرینت هم, هم, گرفت حالا برم تو اون فولدر تستم هم میبینین آقای کشاورزی آرمین کشاورزی یک بار دو بار سه بار چهار بار هم و اگه اس تغییر کنه اینم تغییر کنه ولی اینجا به از اسامی مختلف میتونم چندین تا چک داشته باشم و حالا بخوام از همشون پرینت میگیرم یه کنترل ای میگیرم و پرینت اینجا پرینترمو میارم بالا به راحتی دیگه پرینت میگیرم امیدوارم پرینت نگیره البته اوکی داره پرینت هم میگیره خب معنا اینا رو کام استاپ کنم نمیخوام اون پرینت بگیرم فیلم پاوز کنم بعد کنسل میکنم این رو رو پرینت نگرفت ولی به همین راحتی دیگه کنترل ای میزنم از همه به راحتی پرینت میگیرم و چک های ما آماده میشه اینا هم به همون صورت هستش اگه من یکیشو رو باز کنم میبینین که اینجا بقیه صفحه سفیده این متنا رو, رو روی چک پرینت میگیره به همین راحتی و ما میتونیم لیست واسه 100 تا پرینت بگیریم به هر شرط که دلمون خواست یه لیست داشته باشیم و پرینت بگیریم و حتی بعضی وقتا دیگه من اینم لازم ندارم مثلا یه لیست در فقط روزش تغییر میکنه میام دیگه اینجا روزش رو میذارم اوکی ماهش تغییر کرده واسه یه ماه دیگه یه دارم پرینت میگیرم مثلا ماه بعدی همینا رو میخوام پرینت بگیرم میام دقیقا اینا رو اینطوری میکنم خب فقط بینازمین بی تا همه هر چیزی که هستش خب حالا خب پرینت میگیرم به همین فقط یه چیزی الان توجه کردین متن هستش اینجا من یه مقدار با فارسی و انگلیسی مشکل داشتم دیگه تو جلسه بعد میایم اینا رو بتون یه مقدار توضیح بدم که چطور اینا رو استخراج کنم من میخوام مطمئن باشم که فارسی میفته و با همین فونتی که اینجا هستش خب تا هما من تا هما کردم انگلیسی شده بودش دیگه چون یه فونتی هستش که واسه انگلیسی و فارسی با هم بکار بره ما یه ماجولی اینجا نوشتیم نوشتم که از این طریق اومدم تمام شرایط رو در نظر گرفتم و اومدم سال روز ماهو رو گرفتم فارسی کردم به صورت متن فارسی در آوردم اینجا رقم رو گرفتم به صورت متن فارسی در آوردم گذاشتم اینجا اینجا اگه یادتون باشه یه چیزی بودش که حالا جای اون کده اشتباه بودش که من درست کرده بودم ولی تو این دیگه یادم رفت درست کنم اینا به صورت اعداد فارسی میادش اینجا نوشته میشه تو اینجا که میزنم این عدد به صورت فارسی اینجا اگه ببینیم 52 میلیون ریال تمام اونو قرار میده اونجا تو جلسه بعد میایم اونا رو میبینیم که چطور این کار رو انجام بدید توضیح کوتاهی میدم فقط تو جلسه بعد که شما خودتون بتونین اونو کد کنید خب ممنونم از توجهی که کردین این اکسل رو شما میتونین دانلود کنین کلش رو این قسمت آخری هم که توضیح دادیم من اکسترکت کردم این فرو و با قرار دارم تو جلسه بعدی میخوام یه مقدار چرخه وایل رو بهتون بگم چون هم کاربردیه و فور رو دوباره با هم کار کنیم یه اکسل جدید میاریم بالا و فور و وایل رو بیشتر با هم کار میکنیم چون خیلی مهم هستن و تو جلسه آخرم در مورد این ماژول یه با هم صحبت کنیم ممنون از توجهی که داشتین خدا نیم.